آریانا انقلاب در عرصه تدریس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدین به سلسله درسای ریاضی حساب. امیدوارم که جور صحتمند باشین و درس‌ها را از ابتدا از درس اول همراهتون تعقیب کرده باشین. دوستان عزیز، امروز رسیدیم در درس آخر یا بخش آخر فصل سوم حساب که عبارت از کسر بود و به دو بخش تقسیمش کرده بودیم، کسر اشعار و کسر عام. امروز بخیر آخرین موضوعش رو تشریح میکنیم و این بخش خلاص میکنیم، میریم به بخش چهارم یا فصل چهارم حساب که عبارت از محاسبات مالی است، اول پیش میبریم. دوستان عزیز، ما شما در درس قبل درباره اعداد اشاری گپ زدیم و مفصل او را خلاص کردیم. امروز چیزی را که ما شما میخوانیم و یک عنوان بسیار مهم است که در فیزیک و در بعض جای دیگه هم به درد ما میخوره و در درس فیزیک صفحه 10 بیخی یک عنوان مختص به این داده و ما شما ای را در اونجا میخوانیم. درس فیزیک هم میتونید که در این چینل همراهتان مثلا ببینید، بالای چینل کلیک میکنین، میرین در پلی لیست، تمام درس های کیمیا فیزیک یعنی کنکورتان به حساب الجبر هندسه مثلثات برتان می و زمان دری پشتو بر زمانی که پیش میبرین درس ها همراهتان پیش ببرین و همیشه کوشش کنین دوستای که ویدئویی که برتان میرسه به دوستای دیگه تان برسانین تا دی صدقه جاریه ما شما کل ما شریک باشیم. دوستای عزیز، عنوانی که امروز ما شما میخوانیم عبارت از رونداف است. ما شما نشته میکنین رونداف یا برش میگه گرد کردن اعداد، گرد کردن اعداد. دوستای عزیز، رونداف یا گرد کردن اعداد چی معنا کو؟ میگه بعضی وقتا به ما شما یک عدد اشاری داده میباشه، داده میشه که تعداد ارقام اشاریش زیاد میباشه و ما میخوایم که تعداد ارقام اشاریش کم کنیم. یعنی تعداد ارقام اشاریش 5 دانه است، 10 دانه است، 7 دانه است و ما میخوایم که یک قسمت از این مثلا کم کنیم، فقط دو. مثلا به ما گفته میشه که فقط دو خانه اشاریش به ما بگو. اینطور نکو که فرد مثلا 10 شو میگی، 20 شو به ما میگی، دو خانه شو به ما بگو. پس ما وقتی که امی یک قسمت از ارقام اشاری حذف میکنیم و یک قسمتش رو میمونیم، امی عملیه عبارت از گرد کردن یا رونداف میباشه. سیز اصلا خود دوستای عزیز در هر جای ما شما رونداف نمیکنیم. رونداف یعنی یک عملیه مختص است، یعنی خاص است. اگر از ما کدام جای خواسته شد که ما شما رونداف کنیم، اون رونداف میکنیم، جوابش برش میتیم. دیگه از دجایی که ما مثلا ما مسائل فیزیکی داشته باشیم، فیزیک مثلا کیمیا یا در بخش ریاضی داشته باشیم، باز کوشش نمیکنیم که در جای از رونداف استفاده کنیم، به خاطر از اینکه یک قسمتی از اعداد اشاری که ما کم میکنیم در یک عدد بسیار تغییر میه. سیستم مثلا اگر با ما شما گفته شوه که یا پول یک شخص است که 4.237 مثلا میلیون دلار است، اگر در اینجا ما شما یک رقم اشاری را کم کنیم، در پیسه از او بسیار تغییر می یعنی بس با لکار دلار رو توان میکنه. پس در هر جای ما شما رونداف کردن میتونیم. هدف او نیست که ما شما در کجا رونداف کنیم یا نکنیم، اول مهمی است که ما شما رونداف چی رقم کنیم. رونداف براتون گفتم دوست عزیز که بعضی وقتا از ما خواسته میشه که یک قسمت از ارقام اشاری را ما شما چی کنیم، حذف کنیم. مثلا چی رقم با ما شما گفته میشه که 4.3 1 2 1 4 2 1 5 یک عدد چی است؟ اشاری است و با ما شما گفته میشه که یک عدد به دو خانه اشاریش بیان کنین. یعنی اینقدر زیاد ارقام اشاریش ما کار نداریم، فقط این قسمتی که ما خط کش میکنیم در این قسمتش این طرفش با ما بگو، اون طرفش اوسو کن. حالا این قسمتی که ما اوسو میکنیم، آیا با کدام اصول اوسوش میکنیم یا مت پاکش میکنیم؟ نه، با خود اصول داره و اصولش امروز ما میخوایم که در این بخش تشریح کنیم. سیز دوستای عزیز، اینجا که ما اعداد مثلا ما رونداف میکنیم، دو قسمت داریم. یک اینی قسمت است که به نام قسمت حذف شده یاد میشه، حذف شده یعنی حذف شدن باید اوسو شوند، و یک اینی قسمت است که به نام باقی مانده است، باقی مانده. سیس یعنی دو بخش مشمول در این درس خود در نظر میگیریم. بخاطر رونداف دوستای عزیز ما شما سه حالت داریم. حالت اول که ما شما در اینجا میخوانیم، اول ای است که اگر در، یعنی اگر در ارقام میباشین، ارقام حذف شده عدد اول از طرف چپ، عدد اول از طرف چپ از عدد 5 کوچک باشد، کوچک باشد. حالت اولی از دوستای عزیز که ما شما عدد را که حذف کردیم، یعنی قسمت را که حذف کردیم، کل گپش این عدد اولش با ما مهم است. صحیح است؟ این عدد اول شما میبینیم که این عدد اول چی است. با مو خاطر گفتیم که عدد اول یعنی اگر در ارقام حذف شده این قسمت را میگه، حذف شده عدد اول از طرف چپ، عدد اول از طرف چپ مثلا از طرف بیم یا از طرف راست می، طرف چپ، این عدد را میگه. اگه این عدد از 5 کوچکتر باشه،
یعنی عددی که در اینجا نوشته است، عدد اول، رقم اول از طرف چپ اگر از 5 کوچک بود، عدد بدون تغییر راوند آف میشه. یعنی در این قسمت هیچ تغییر نمیکنه، راست عدد چی میکنه؟ راوند آف میکنه. مثلا چی رقم؟ 5.31 مثلا 4215. و ما میگه مثلا سوال از این میشه، دوستایت میگه این سوال بگیری با اساس 1/100 حل کنین، یا با تقریب 1/100 حل کنین، یا با تقریب 100 حل کنین. وقتی این 100 به این معنی که 2-0 دار، 2 خان رکار دارم، 1/10 گفت 1 خانه، 1/1000 گفت 3 خانه، صحیح. پس مثلا این سوال به ما گفته که با اساس 100 حل کنین، ما میگیم این 2 خانه رکار دارم. میبینین دوستای عزیزی که در رقم حذف شده، رقم اول از طرف چپ از 5 کوچک است، پس دی عدد هیچ تغییر نمیبرین، عدد راوند آف کنین. پس نوشتم 5.31، یعنی این جواب شد، خلاص عدد چی شد؟ راوند آف شد. یا سوال دیگه است، میگم 2.3 4 1 2 1 3 1، صحیح. و به ما میگه بازم با اساس 100 شما راوند آف کنیم. ما میبینیم که بازم در رقم حذف شده عدد اول از طرف چپ از 5 کوچک است، دی عددی که باقی مونده تقریبا نمیه 2.34 نوشته میکنیم که در چهارم سوال کاری جور میشه با شما حلش میکنی. حالت اول بود که رقم اول حذف شده از طرف چپ از 5 کوچک باشه، هیچ تقریبا نمیه. میم سر حالت دوم دوستای عزیز. حالت دوم چی رقم است؟ اگر عدد خود 5 باشد. یعنی عدد چی است دوستای عزیز؟ که اگر امی قسمتی که ما حذف کردیم، عدد از طرف چپ، عدد اول از طرف چپ خود 5 باشه. در اینجا دو گپ است دوستای عزیز. اگر طرف راست، یعنی طرف عدد باقی مانده این قسمت، این طرف، اگر طرف راست باقی مانده عدد اول از طرف راست عدد تاق بود، یکی براش علاوه میکنیم، و اگر عدد جفت بود بدون کدام تغییر عدد نشته میکنیم. سعی کنم فهمیدی گپ مرا. یعنی عدد ما شما چی میکنیم؟ وقتی که عدد با ما داده شو و با ما گفته شو روند آفوش کنیم، عدد باقی مانده و حذف شده از طرف راست عدد چند است؟ عدد 5 است. ما شما طرف اعداد باقی مانده را میبینیم و عدد اول از طرف راست را میبینیم. اگر تاق بود یکی برش میتیم، اگر جفت بود هیچ تغییر نمیاریم. مثلا چی رقم؟ با ما میگن 2.3 1 5 5 1 3، صحیح؟ در اینجا با ما شما این تو نشته کنن و با ما گفته شد کدام عدد بزرگ است و کدام عدد، مثلا بگوی که در اینجا شما روند آف کنیم. ما شما چی میکنیم؟ به خاطر روند آف اینجا خط کش میکنیم و گفته با اساس 5. میبینی که عدد چی است؟ عدد 5 است، خود عدد 5 است. دوستای عزیز، وقتی که خود عدد 5 بود، ما شما میبینیم طرف راست، طرف راست میبینیم که عدد باقی مانده را، عدد اولش را ببینید چی است؟ 1 است، یعنی تاق است. وقتی تاق بود یکی برش بتیم نشته میکنیم 2.32، عدد چی میشه؟ روند آف میشه. یا فرض مثال عدد دیگه است، میگیم 5.3 2 5 1 4، به شکل این با اساس 100 راوند آفش میکنیم، عدد چی است؟ 5 است. طرف عدد باقی مانده را ببینه، عدد اولش جفت است، وقتی که جفت بود بدون تغییر نوشتهش کو 5.32. یعنی اگر عدد تاق بود یکی برش بتین و اگر عدد جفت بود یکی برش نمیتین، بدون تغییر نوشته میکن، در صورتی که اینجا 5 باشه. مثلا با ما میگه 1.4 3 5 1 4 2، با اساس 100 برین، این با اساس 100 5 است، اینجا می عدد تاق است، یکی برش میتین، میگین 1.4 4، صحیح. و اگر بگه 5.2 4 3 1، مثلا اینجا 5 3 1 2، به شکل و با اساس 100 بگه عدد 5 است، طرف باقی مانده را که میبینه عدد اولش خودش جفت است، تغییر نمیاره، 5.2 4 نوشته میکنین. و به شکل دوستای میم به حالت سیومش. حالت سیوم، اگر عدد حذف شده، یعنی اولش، یعنی از طرف چپ از پنج بزرگتر باشد. یعنی عددی که حذف شده، رقم اولش رو میبینیم که 5، می عددی که اینجا است، رقم اول از طرف چپ میبینیم، اگر از 5 بزرگ بود بدون از اینکه طرفی متاق است یا جفت است، یکی برش میتیم. مثلا چی رقم؟ 4.3 1 7 1 3 2، به شکل در اینجا میبینیم که بساس 100 گفته، مثلا عدد میبینیم که از 5 چی است؟ بزرگ است، یکی برش بتیم، پشت تاق جفت باز نمیگیم، یکی برش میتیم، 4.3 2، به شکل. یا میگه 3.2 4، مثلا 9 2 1 3، به اینجا ما شما روند آف میکنیم، میبینید که عدد حذف شده اولش 9 است، از 5 بزرگ است، یکی برش بتیم، پشت تاق جفتش نمیگیم، 3.25، اینه به شکل نوشته میشه. یا 4.3 مثلا 7 9 1 4 3، مثلا اینجا با ما شما میگه روند آف کنیم، میبینید که عدد چی است؟ 9 است، از 1 بزرگ، از 5 بزرگتر است، یکی برش میتیم، نوشته میگیم 4.38، عدد به این شکل چی میشن؟ روند آف میشن.
این بود دوستای از عملی روانداف که بعد از دیگه روش روبرو شده، انشالله از این قوانین استفاده کنید، سوالا رو حتما حل میکنید. روز خوش بنایتون.